در تحلیل از سوی مؤسسه منابع جهانی WRI یک سازمان غیر انتفاعی که منابع طبیعی سیاره زمین را بررسی می‌کند فهرست کشورهایی که شدیدترین وضعیت کم آبی را دارند ترسیم شده است این کشورها شامل قطر، اسرائیل، لبنان، ایران، اردن، کویت، عربستان سعودی، اریتره امارات متحده عربی، بحرین، هند، پاکستان، ترکمنستان و عمان می‌شوند ایران رتبه 13 را در بین کشورهای جهان از نظر تنش آبی دارد. ابتدا با هم گزارشی را که در این زمینه تهیه شده ببینیم. انستیتو منابع جهانی در گزارشی در آستانه ی روز جهانی آب سوم فروردین ایران را از جمله 25 کشور جهان معرفی کرد که با شدیدترین وضعیت کم آبی و تنش آبی مواجه هستند و در ادامه اظهار داشت که مشکلات و اعتراض ها در ایران با افزایش تنش آبی تشدید خواهد شد تغییرات تدریجی اقلیم در جهان باعث وقوع خشک سالی های پی در پی سیلاب های بزرگ و طوفان های دریایی می شود کشور ایران با قرار گرفتن در کمربند خشکی جهان از جمله کشورهایی است که منابع آب کشاورزی و پوشش گیاهی آن به تدریج رو به زوال است کاهش حجم آبهای زیرزمینی کشور در سال 1355 در کشور به طور محسوس شروع شده با گذشت 47 سال میزان کسری آن به 135 کیلومتر مکعب رسیده است افت سطح آب در تمامی حوزه های آبریز ایران محسوس و به طبع آن فرونشست زمین در تمامی استان ایران در حال رخ دادن است نسبت به سال 1355 و دهه 50 تعداد چاه های آب در ایران بیش از 17 برابر شده است و از 45 هزار حلقه به بیش از 800 هزار رسیده است تعداد دشت های ممنوع و بحرانی از 22 دشت در سال 1345 به 405 دشت در آخر سال 1397 رسیده است تبخیر بیش از سه برابری نسبت به متوسط جهانی و بارندگی کمتر از یک سوم متوسط جهانی و فرونشست زمین در تمامی استانهای کشور همه و همه بیانگر شرایط سخت و سنگین آبی کشور است که الزام اجرای برنامه سخت گیرانه مدیریت منابع آب کشور را گوش زد می کند. انستیتو منابع جهانی اضافه کرد که این وضعیت نه تنها برای مصرف کنندگان و صنایه وابسته به آب مشکلافرین است بلکه به زیان ثبات سیاسی کشورها خواهد بود گزارش این انستیتو از ایران به عنوان یک مثال نامی برد که چندین دهه مدیریت ضعیف آب و استفاده ناپایدار از آب برای کشاورزی باعث بروز اعتراضات شده است و هشدار داد که تنش ها با تشدید تنش آبی تشدید خواهد شد به اعتقاد برخی از کارشناسان حوزه آب با توجه به عدم تمایل حاکمیت ایران به تغییر نحوه مدیریت آب و فساد موجود سخن گفتن از بهبود وضعیت غیر منطقی به نظر می آید گزارش انستیتو منابع جهانی همچنین حاکی از آن است که حداقل 50 درصد از جمعیت جهان حدود چهار میلیارد تن دست کم برای یک ماه از سال تحت شرایط کم آبی زندگی می کنند و زندگی، شغل، امنیت غذایی و انرژی مردم را به خطر می اندازند. انستیتو منابع جهانی با تاکید بر این موضوع که آب برای رشد محصولات زراعی و پرورش دام تولید برق حفظ سلامت انسان، تقویت جوامع و بهبود آب و هوای جهان نقش اساسی دارد. نوشت بدون مدیریت بهتر آب، رشد جمعیت، توسعه اقتصادی و تغییرات آب و هوایی در معرض تشدید تنش آبی هستند.